رهبران ژاپن، کره جنوبی و چین برای بررسی پیامدهای حادثه هسته‌ای نیروگاه اتمی فوکوشیما روز یکشنبه گرد هم آمدند. ون ژیائوبو نخست وزیر چین و لی میونگ باک رئیس جمهوری کره جنوبی در دیدار با نخست وزیر ژاپن ناوتو کن در مورد چگونگی مقابله با بلایای طبیعی و امنیت هسته‌ای و جلوگیری از انتشار آب آلوده به اقیانوس گفتگو خواهند کرد. آنها پس از ادای احترام به کشته شدگان این حادثه درباره همکاری‌های اقتصادی و مناسبات اجتماعی و فرهنگی نیز گفتگو انجام خواهند داد. رهبران این سه کشور پیش از آغاز این نشست با تعدادی از آسیب دیدگان فوکوشیما دیدار کردند. بعد از 2 ماه و 10 روز از گذشت این فاجعه که حدود 24 هزار نفر در اثر زلزله 9 ریشتری و سونامی ناشی از آن کشته و ناپدید شدند، ژاپن هنوز هم احتیاج زیادی به همکاری و پشتیبانی همسایگان خود دارد. چین امیدوار است که از طریق این نشست همکاری سه کشور در امور منطقه‌ای افزایش یابد و در این راستا مقامات چینی برای اولین بار به اتباع خود اجازه سفرهای توریستی به ژاپن را صادر کردند.